NIPS یا Network Intrusion Prevention System چی هستش؟ همونطور که از اسمش مشخص هستش، کارش پریونت کردن یا جلوگیری کردن از حملات به سیستممون تحت شبکه هستش. توی NIDS کاری که اومدیم انجام میدادیم دیتکشن بود، حمله رو شناسایی میکردش، کاری نمیکردش. اما اگر ما میومدیم از اکتیو NIDS استفاده میکردیم، مشابه NIPS هستش که میاد در واقع بجز شناسایی حمله جلوی اون دیوایس رو هم میگیره. دیوایسی که توی شرکت ها در چند سال اخیر خیلی سر و صدا کردش و هر شرکت بزرگی که میرفتید میگفتن که برای تأمین امنیت اون باید از این دیوایس استفاده کنیم، UTM ها بودن. UTM ها که در واقع مخفف واژه Universal Threat Management هستند، یه چیزی تحت عنوان All-in-One Network Security Appliance هستش. یعنی چی؟ شرکت های امنیتی گفتن که خب ما دستگاه های مختلفی داریم واسه تأمین امنیت که تا الان توی جلسات گذشته بهش اشاره کردیم. ما به جای اینکه بخوایم هر کدوم از اینها رو جداگونه بخریم، کانفیگ بکنیم، یک پارچه بکنیم، هزینه‌های جدایی رو بدیم، بیایم از همه رو با هم دیگه آل این وان همه رو با یکی تهیه بکنیم. دستگاهی اومدش که خودش شامل قسمت‌های مختلف میشه، از جمله آنتی اسپم داره، آنتی فیشینگ داره، آنتی ویروس، آنتی اسپایور، بهینه کردن پهنای باند، فیلتر کردن محتواها، رمزنگاری کردن بسته ها، بست های فایروال هستش، در واقع کنترل کردن پیام ها، شناسایی رفتارهای غیر مجاز کاربران از طریق IDS و همچنین فیلتر کردن محتوای وب. تمام این موارد در واقع جمع شد تحت عنوان UTM. اما الان دیگه سازمان ها زیاد از UTM استفاده نمی کنند، چون بالاخره خود UTM ها هم هزینش بالا هستش، هم یک سری مشکل هایی ما توی شرکت های بزرگ داریم که اکثرا میان از هر کدوم از اینها به صورت جداگانه استفاده میکنن. بخش اولمون که در واقع معرفی کردن انواع دیوایس های شبکه، چه دیوایس های عادی چه دیوایس های سیکیوریتی و امنیتی، و پایان میرسه. تو این بخش میخواییم با هم دیگه تکنولوژی هایی که برای پیاده سازی امنیت تو شبکه استفاده میشه رو با هم دیگه مطرح کنیم و براتون توضیح بدیم. اولین تکنولوژی، تکنولوژی NAT هستش. NAT یا در واقع Network Address Translation هستش. به این صورت کار میکنه که IP های داخل شبکه ما رو از دید شبکه اینترنت میپوشونه و اجازه نمیده که IP ما مشخص بشه. حالا در ادامه خدمتتون عرض میکنم که NAT به چه صورت توی این شکل پیاده سازی میشه. کلاس های مختلف IP داریم، کلاس A, B, C. NAT میتونه روی هر کدوم از اینها پیاده سازی بشه. اما الان بخوایم NAT رو براتون توضیح بدم، فرض کنید اینجا شبکه داخلی ما هست، اینجا هم اینترنت هستش و در این قسمت هم در واقع روتر ما قرار داره و قرار هستش که اطلاعات رو روی شبکه ارسال بکنه. کاربری با IP داخلی 192.168.0.3 میخواد یک بسته ای رو بر بستر وب ارسال بکنه. این بسته رو پکت بندی میکنه، ارسال میکنه. وقتی این بسته به روتر ما برسه که IP آدرس ها پشت NAT بیفتن، این بسته به جای اینکه با آدرس 192.168 رجوع پیدا بکنه به اینترنت، با آدرس 198.146.118.20 روی اینترنت میره. پس اگر کسی تو این طرف اینترنت بسته ای ما رو دریافت بکنه، این آی پی رو که آی پی این روتر هست رو میبینه، آی پی این کلاینت که این هست رو اصلا متوجه نمیشه. پس در واقع آی پی داخل شبکه‌مون مخفی میشه تو اینترنت از طریق پروتکل NAT. NAT در واقع مشخصه، تعریفش Network Address Translation، یعنی ترجمه کردن یه آدرس به یه آدرس دیگه. خب این عملیات کجا انجام میشه؟ توی جدولی، جدول NAT درون خود روترها، که مثلا میگه این بسته که با این آدرس IP اورجینال اومده، من الیاسش کردم، تطبیقش دادم به یک آدرس IP دیگه و ارسال میکنم. سوال این هستش که اگر مثلا این سیستم ما میخواد وارد سایت google.com بشه، درخواست ارسال میکنه، پکتشو میفرسته، میگه من میخوام وارد google.com شم، اینم میگه اوکی من google.com واسط بازش میکنم تو برو واردش شو.
و با این آی پی ارسال میشه. حالا اگر همین کاربر به جای اینکه یک صفحه رو توی مرورگر خودش مثلا کروم گوگل دات کام باز کرده، 10 تا صفحه گوگل دات کام باز میکنه، صفحه 1، صفحه 2، صفحه 3، صفحه 4، هر کدوم از این صفحات جداگونن دیگه محتوایی که قراره ارسال بشه. اگه از یه جدول باشه محتوایی که میره اون طرف، خب این محتوا تکراریه واسه همه این صفحه. پس میبینیم 10 تا صفحه همه مثل هم برمیگرده. خب چه جوری جلوی این مشکل رو بگیریم؟ با استفاده کردن از پورت ها. یعنی در واقع این بجز آدرس آی پی که ذخیره میکنه، آدرس پورت رو هم میاد ذخیره میکنه و بر اساس آی پی و پورت بسته ها رو ارسال میکنه. میدونید که هر سیستم 65000 تا پورت داره که میتونیم ازش استفاده بکنیم. اما در دیوایس های معمولی که الان شما توی خونه هاتون دارید، یعنی همین روترهای عادی، سویچ روترهایی که هست باش اینترنت ADSL وصل میشید، در این موارد میان از پت استفاده میکنن که پورت ادرس ترنسلیشن هستش و بر اساس همین میاد عملیات خودش رو انجام میده و کار نت رو برادون پیاده سازی میکنه به صورت ساده تر. یعنی به جای ترجمه آدرس ها از ترجمه پورت ها برای شما استفاده میکنه. NAC یا Network Address Control چی هستش؟ ما از این تکنولوژی استفاده میکنیم برای جلوگیری از اتصال دیوایس های غیر مجاز و در واقع با استفاده از یک Statement of Health میاییم این کار رو انجام میدیم. ببینید کامپیوترهای مختلفی توی شبکه‌ای ما قرار داره و هر کدوم از این کامپیوترها قراره به اینترنت مثلا وصل بشن، درخواستای خودشون انجام بدن یا کارهای روزمره خودشونو داشته باشن. ما به کامپیوترهای اجازه ی انجام کارهای روزمره یا اتصال به اینترنت رو میدیم که از لحاظ هلس یا سلامتی رتبه خوبی داشته باشن. حالا معیارهای هلس و سلامتی توسط یک هلس ریجستریشن اتوریتی مشخص میشه. ما این سرور مشخص میکنیم که اطلاعات بر اون سروره میره، اون سروره میگه که آقا این کامپیوتر مثلا خوبه یا بده. بذارید براتون بیشتر بازش بکنم. فرض کنید شما کامپیوتر دون که توی شبکه هست میخواد به اینترنت وصل بشه، از اون طرف توسط هلس اتوریتی شناسایی میشه که آقا این کامپیوتر شما آنتی ویروسش آپدیت نیست، مثلا تاریخ آپدیتش مال 2 ماه قبله، برای همین بهش اجازه نمیده که این سیستم به کارهای روزمره خودش انجام بده و سرتیفیکیت لازم رو دریافت نمیکنه، برای همین اون رو وارد محدوده قرنطینه میکنه و جز کامپیوترهای قرنطینه قرارش میده. از چه طریق متوجه میشه این سرور که وضعیت هر کدوم از این نودهای داخل شبکه چجوری است؟ از طریق یک ایجنت. ما یک ایجنت یا یک واسط روی هر کدوم از نودهای داخل شبکه نصب میکنیم که اطلاعات رو از اون نود جمع میکنه، برای سرور ما ارسال میکنه. اون سرور هم بر اساس همین اطلاعات میاد سرتیفیکیت لازم رو یا مجوز لازم رو به هر کدوم از نودها اختصاص میده. پس از این طریق مشخص میشه. و حالا نحوه این که یکی وارد قرنطینه بشه یکی وارد قرنطینه نشه با استفاده از آر پویزونینگ هستش که این عملیات انجام میشه. خب بخش دوممون هم به پایان رسید، وارد بخش سوممون میشیم. در اون بخش سوم میخوایم با هم دیگه ببینیم نحوه دیزاین کردن یا طراحی یک شبکه به چه صورت هستش و چه جوری میتونیم یک شبکه رو به صورت ایمن ما پیاده سازی بکنیم. تا الان دستگاه های مختلفی رو ما مطالعه کردیم، از جمله این که سویچ چیه، روتر چیه، IPS، IDS، فایروال، UTM، تمام اینا رو خوندیم. اما چجوری واقعا باید اینا رو کنار هم دیگه قرار بدیم؟ آیا با وجود اینا شبکه‌مون 100% ایمنه؟ باید بگم خیر. یک سری کارهای دیگه هم باید انجام بدید تا ایمنی شما بیشتر بشه، یعنی چندین لایه امنیت داشته باشید. از جمله دیمیلیتارایز زون هستش که بهش میگیم DMZ، سابنتینگ، ویرچوال لند و ریموت اکسس. این 4 موردی هستش که باید به اینا دقت داشته باشید. DMZ چی هستش؟ DMZ یا در واقع ناحیه دیمیلیتارایز یعنی غیر نظامی، میلیتاری یعنی ناحیه نظامی، دیمیلیتاری یعنی ناحیه غیر نظامی هستش. ما میگیم شبکه‌مون رو به 2 قسمت سپریت جدا شده تقسیم میکنیم و میگیم که آقا این قسمت شبکه ما یه شبکه عمومیه، این قسمت شبکه ما یه شبکه خصوصیه و شبکه‌مون در واقع به شکل تی شکل در میاد. دقت بکنید
این بخش فایروالمون میایم روش دی ام زی رو فعال میکنیم و شبکه الان ببینید به یه شکل تی در میادش، درسته؟ حرف تی، سمت چپ و سمت راست. معمولا ما وقتی اطلاعات از روتر میاد وارد فایروال میشه، اگه قرار هست کاربرا مثلا بیان ایمیلشون رو چک بکنن از بیرون از شرکت، یا کارمندا بتونن از بیرون از شرکت به پورتالشون یا در واقع همون وب سرورشون دسترسی داشته باشن، توی ناحیه عمومی قرارش میدیم. یعنی چی؟ یعنی این سویچی که اینجا قرار داره و این فایروال، قوانین سختگیرانه ای جهت اتصال کاربران نذاشتن که مثلا بگیم یه تعداد کاربر خاص با آی پی او پورتای خاص میتونن وصلشن، هر کی میتونه وصلشه. اما برای این ناحیه سمت چپ، این ناحیه نظامی تره، در واقع میشه گفتش که افراد خاصی که داخل خود شبکه اینترنال هستن فقط باید مجوز وصل شدن به این قسمت رو داشته باشن، هر کسی از بیرون نباید وارد این بخش بشه. برای همین ما میایم در اون سمت چپ قرار میدیم و نیز از یک پروکسی سرور هم استفاده میکنیم بین سویچ و فایروال تا بیاد امنیت رو بالاتر ببره، یعنی بسته ها رو رمزنگاری بکنه، پکیج ها رو قطعه قطعه بکنه، ارسال بکنه، ساختار این لایه داخلی ما حفظ بشه که از بیرون ما نفهمیم مثلا الان این شبکمون به چه صورت توپولوژیش پیاده سازی شده، و به خاطر همین از یک پروکسی سرور در وسط را استفاده میکنیم. مدل دیگه ای از DMZ داریم تحت عنوان دوال فایروال DMZ هستش. توی این مدل ما به جای اینکه از یک فایروال استفاده کنیم از دو تا فایروال استفاده میکنیم. اما این مدل چه مزایایی داره؟ مزیت اولش اینه که اگر ما بیاییم از دو تا فایروال مختلف مثلا از شرکت A و از شرکت B فایروال رو تهیه بکنیم، این موجب میشه که کار برای هکر مشکل تر بشه. هکر میادش به فایروال اول نفوذ میکنه، اونو دورش میزنه، وارد شبکه میشه. خب اما فایروال دومی هم سر راهش قرار داده شده، و اگر این فایروال فرض کنید مثلا شرکتش با این متفاوت باشه، جوپیتر باشه، مثلا یکی فرض کنید سیسکو باشه، این موجب میشه دوباره بره علمای مختلفی به دست بیاره تا بیاد این فایروال هم دور بزنه. تازه این فایروال هم دور زد، حالا به یه پروکسی میرسه، پروکسی سرور هم باید دور بزنه. پس در کل کار رو برای سخت‌تر میکنیم. این مزیت اوله. مزیت دومی که وجود داره این هستش که نیازی نداریم ما یک فایروال داشته باشیم با کلی از قوانین که فشار زیادی به این فایروال سخت افزاری ما بیادش. ما میایم دو تا فایروال قرار میدیم، قوانین یه تعداد روی این یه تعداد روی این بار تعدیل میشه و این موجب میشه که شبکه ای ما بهتر بتونه به درخواست ها پاسخ بده، و از این طریق ما تعداد خطوط کمتری رو برای هر فایروال میدیم. بحث بعدی ما بحث سابنتینگ هستش و نحوه ماسک کردن آدرس ها. همونطور که میدونید ما میتونیم با استفاده از CIDR فرمت آدرس هامون رو تغییر بدیم. مثلا فرمت آدرس 186.945.s/20 که در این بخش قرار میگیره، ما مثلا دو تا دونه زیر مجموعه داریم، این دوتا رو با هم ترکیب کردیم شده به این صورت. ویژگی استفاده کردن از سابنتینگ چی هستش؟ سابنتینگ موجب میشه که ما نتونیم داخل شبکه رو از بیرون مشاهده بکنیم، یعنی در واقع یه جوری داخل شبکه‌مون ایمن میشه. البته 5 6 مورد دیگه هم وجود داره از مزایاش، از جمله انعطاف پذیری، اینکه مشکلات رو خیلی راحت بتونیم حل بکنیم، بخش‌های مختلف هستن جدا هستن، موجب میشه که به حساب ترافیک شبکه ما کمتر بشه، و اینکه رفلکشنی توی شبکه نداشته باشی، مثلا خراب شدن یه بخش روی بخش دیگه ای تاثیر نداشته باشه، مودمای روترهای پایین‌تر روی روترهای بالاتر تاثیر نداشته باشن. تمام اینها از مزایای سابنتینگ هستش. توی این شکل مشاهده بکنید که مثلا یک مثالی از سابنتینگ هستش، می‌بینید شبکه بخش‌های مختلفی تقسیم شده و هر بخش هم آی پی آی خاص خودش رو داره که الان این بکبون کل اینترنت دنیا رو توی این شکل ترسیم کرده. برای مثلا بکبون 68.177.s/16 خب همونطور که مشاهده میکنید s/16 یعنی در واقع تا 18 دو تا دونه فاصله، مثلا اینجا 4 تا شبکه میتونه قرار بده. شبکه اولش وصل شده به بکبون اروپا، بعدی آمریکا، بعدی آسیا. حالا دوباره شبکه آمریکا خودش میاد تقسیم میشه به چند تا سابنت زیر مجموعه مختلف، مثلا کسایی که در شمالن، در غربن، در جنوبن، مثلا در شرق هستن، میان اینا تقسیم بندی میشن. دوباره هر کدوم از اونها به شهرهای مختلف مثلا شیکاگو فلان فلان تقسیم میشن. نکته اصلی چی هستش؟ نکته اصلی اینه که
کسی که مثلا داره نفوذ میکنه فرض کنید به این روتر اصلا نمیتونه بفهمه ساختار اینجا چیه، یا ساختار اینو بهش نفوذ کرد نمیفهمه ساختار زیر مجموعه این روتر چیه، فقط داره این آدرس 68.177.0/17 رو مشاهده میکنه، نمیفهمه که این تقسیم میشه به 4 تا زیر مجموعه. پس این ویژگی سابنتینگ هستش، ترافیک شکسته میشه، ساختار داخلی لو نمیره و مدیریت کردنش، به روز رسانی کردنش خیلی راحت تر انجام میشه. بحث بعدی که ما باهاش سر و کار خواهیم داشت بحث ویرچوال لن ها یا در واقع ویلن ها هستش که یکی از مباحث مهم در امنیت شبکه ها هست.